بخير، ويلكم تو زنده باشین پرکتیکال کابالا. سلام میکنم، شلوم میکنم به همه کسایی که الان حضور دارین تو کلاس و همینطور به تمام دوستایی که بعدن این کلاس منو گوش میدن و خیلی ممنون از محبتایی که به من لطف میکنین، مسیجایی که به من میدین، خیلی ممنونم ازتون. امشب رشقوده شد، شب بسیار بسیار پازیتیو، شبی که ماهی که خیلی پازیتیوه که و کلاسی که امشب داریم، خیلی دلم میخواست که وقت بیشتری داشتم ولی وقت زیاد به من اجازه رو نمیده که سر شما رو درد بیارم. من خودم خیلی دلم میخواد که به قول معروف کلاس رو یه جوری کوچیکتر بکنم که بیشتر بتونم مسیج رو برسونم، ولی هرچی سعی خودم میکنم نمیشه. ولی در هر حال ایشالله که بتونم امشب اون مسیج قشنگی رو که واقعا بهتون میگم دلم میخواد بهتون برسونم و از خدا میخوام که بهم کمک بکنه بتونم این رو انجام بدم. ماه آدار داریم میریم، این ماه آدار، این در دو ماه امسال به قول قدیمی های خودمون گفتن سال 13 ماه است و چه امشب کسی هست که توی ما دنیا اومده باشه؟ کسی رو داریم که توی این ما دنیا اومده باشن؟ من 3-4 روز دیگه دنیا میام. به به، خب تو ما آدارین، شما آدم بسیار بسیار احساساتی حساس آدمی هستین که دلتون میخواد به همه دنیا کمک بکنین. حالا اگر مقدور باشه برام، همین خیالم برای همه داره. بله میدونم، موفق باشن، هیچ کس محتاج هیچ کس نشه. آمین آمین آمین. در هر حال اجازه بدین من یه اینو میوت بکنم. آی خیلی خوب، خیلی خوب، بقیه که بعد خیلی خوب. خیلی خوب. ببینید ساین، وادر ساین کسایی که تو ماه آدار به دنیا میان آبه، مثل ماه تموز، مثل ماهی که خود من توش متولد شدم. اما آب که واتر ساینه و درون این ماه قرار داره، یعنی سر تا پا عشق، یعنی کسایی که تو این ماه به دنیا توی واتر ساین هستن درونشون عشقه. حتی کسایی هم که مثلا تو ماه اریس اون بوز شاخدار عجیبی که خیلی خیلی ایگو داره ولی درونش یه آبه، به همین خاطر وارد اون درون بشین به عشق برخورد میکنین. اسکورپیو هم همینطور، اسکورپیو هم با اون حالتی که داره یه کنترلینگه، ولی ما اگر بتونیم وارد درون بشیم، یه زبونم گرفت بشیم، اینه که میتونیم با عشق طرف بشیم. در هر حال دیشب براتون فرستادم مدیتیشن یود کی واب کی. در این ماه تبدیل میشه به هی، میبینین تبدیل میشه به هی هی یود واب. میتونین هر شب اینو مدیتیت بکنین، هی هی یود واب. و چون که یود کی واب کی در ماه آدار تبدیل میشه به هی یود واب واب، هی هی یود با. علامت پلنت جوپیتر در این ماه، جوپیتر یا به قول ایرانی ها مشتری، بله مشتری میشه کوف. و ساین خود ماه آدار هم هست گیمل، کوف گیمل. یعنی من خودم سالها، شاید بیشتر از 12-13 سال همیشه این علامت اگه خاطرتون باشه تو کنیسا میذاشتم بالای تیوه، اگه خاطرتون باشه هم اینو میذاشتم، هم حروفای یوتکه وافکه رو میذاشتم که یه ده به خصوصی روش مدیتیت میکردم. الان شما حتما میتونید روی هی هی یود وا و کوف و گیمل برای این ماه مدیتیت بکنید. ببینین معجزه‌ای که
در ماه آذار اتفاق افتاد، مخصوصا برای ما ایرانی ها، و اون معجزه این بود که معجزه بود که ما رو از نابودی کامل در زمان استر و مردخای جلوگیری کرد. یعنی انرژی ماه آذار بود در اصل که جلوگیری کرد از اتفاق بسیار بسیار بدی که میتونست برای ما در این ماه اتفاق بیفته. پلنت جوپیتر پلنت موفقیت، پلنت معجزه است. الان بهتون علتش هم میگم. پلنت شادی، توانایی و گسترش معنویه. یعنی چرا گسترش معنویه؟ به خاطر اینکه ما توی ماه آذار توی سیمخا قرار داریم، توی شادی قرار داریم، حسش میکنیم. ببینید مثلا وقتی بهار میاد ما بهار رو میبینیم، ما بهار رو حس میکنیم، گلا رو میبینیم، تغییر فصل رو میبینیم میبینیم. ولی انرژی مثلا فرض میگیریم انرژی ماه آذار که از پلنتش هم جوپیتره و برای ما شادی و خوشحالی میاره رو چون که نمیبینیم، با چشمون نمیبینیم، ممکنه حس نکنیم. ولی باور بکنید اگر امشب این مسیج رو بگیرین دقیقا وارد، یعنی این یک ماه دو ماهی که میاد توی اون حالت هپینس و سیمها قرار داریم. و افرادی هم که تو این ماه به دنیا آمدن خیلی انسان بسیار عمیقی هستن، خیلی دیپ زندگی میکنن، حساسیت نسبت به دیگران دارن و خیلی راحت وارد قلب و درون انسانهای دیگه میشن به خاطر اینکه سر تا پاشون عشق و شادیه. به همین خاطر درد دیگران رو میفهمن. میدونی میگفت اگر تو بتونی به یه آدم کمک بکنی خیلی آدم درستی هستی، ولی وقتی که درد یه انسان دیگر رو درک بکنی و بفهمی اون موقع انسانی. بسیار آدم های روشنبینی هستن، روشنبین یعنی روشنفکری هستن، استعداد خیلی زیادی هم برای ریاضیات دارن. به همین خاطر شما می‌بینید که مثلا آلبرت اینشتین تو این ماه متولد شده. رهبرای بسیار بسیار قوی هستن، البته با بینش نه با دیکتاتوری و دانش و این صحبت ها، مثل موشه بن امرا. موشه بن امرا هم تو این ماه به دنیا آمد، چه رهبر بسیار بسیار بالایی هست و تا به حال دنیای همچین انسانی رو به خودش ندیده. در آخر اینکه هنگامی که آذار آغاز میشه مثل امشب، امشب که روش خودش ما آذاره، شادی و سیمخا وارد میشه، با خود شادی و سیمخا میاره. ماه شادی، ماه معجزه، ماه شگفتی، ماهیه که به شکا و دوتا و چیزای خودمون غلبه میکنی و به امید خدا به نور خدایی وصل میشین. اینو خواستم یه قسمت کوچیکی رو از این ماه آذار براتون بگم. به امید خدا قولم بهتون دادم از ماه نیسان که شروع بشه سعی میکنم که استرولوژی رو سر خود ماها باتون شیر کنم. خیلی دوست داریم، از جمله خودم خیلی خیلی واقعا واقعا دوست دارم اینو، استرولوژی کابالیستیکی رو. البته خیلی من اینجا چونکه قرار بود که من به حساب تاپیکی که برای امشب میخواستم بذارم چیز دیگه ای بود، اصلا فرق میکرد با تاپیکی که تو این دو سه روز گذشته بود. ولی به محض اینکه متوجه شدم که روش خودش آذار رو داریم و وارد سیمخا و شادی میشیم، گفتم بذار کنار همه رو و برم سراغ، چونکه شادی و سیمخا چیزیه که مال ماست. شادی و سیمخا تمام زندگی انسانیه و ما یه وقتا یادمون میره و خیلی من اینجا چیز دارم به حساب نوشتم، خیلی نوت دارم، ولی از خدا میخوام که بتونم براتون بگم. ببینید سیمخا و شادی اصولا تو لحظه است،
یعنی ما دوروبرمون تا دلتون بخواد دور از جون گرفتاری، تا دلتون بخواد پرابلمه، تا دلتون بخواد چالش، و شادی و هپینس کم پیدا میشه. ولی وقتی پیدا کردین ولش نکنید، بهش بچسبین و بدونین که ما اونو توی لحظه داریم. یادتون باشه تو این لحظه است که من میتونم تو اون اوج هپینس حضور داشته باشم. چون که خداوند، اگه خاطرت باشه اینو بارها صحبت کردیم، خداوند تو گذشته ما نیست، خداوند تو آینده ما نیست، خداوند تو این لحظه با ماست. خداوند با همین لحظه‌ای که من و شما توی این زومی که داریم با هم دیگه بالاخره یه نوع کانکشن دارین با ماست، تو لحظه به لحظه ما. بنابراین باید خیلی شوق و ذوق این لحظه رو باید داشته باشیم برای حال امروزمون. و یادتون باشه ما هرگز و هرگز دوباره این لحظه و این روز رو ملاقات نخواهیم کرد. هیچ وقت ما دوباره الان و این لحظه و امروزی که داشتیم دیگه ملاقات نمی کنیم. پس قدرش رو بدونیم، شوقش رو داشته باشیم و باش زندگی بکنیم توی هپینس. البته میرسیم بهش. میگه ما تو کبالا میفهمیم که اگر میخوام که ببینید، اگر شما تو این کلاس ها میان، نه کلاس خودم نمیگم، اصولا دنبال این نوع طرز تفکر و این نوع بینش هستین، اینو به شما میگه کبالا. اولین چیزی که میگه ببین، نمیتونی اون چیزی که بودی تا الان، اون اخلاق، اون خصوصیات، اون باورهای قبلی رو که داشتی، نمیتونی بیای این چیزهایی که تو این کلاس ها، توی این راه، توی کبالا، توی عرفان، با تبه یاد میگی، نمیتونی بهش اضافه بکنی. متوجه میشین؟ چرا؟ به دلیل اینکه من راجع به دین با شما صحبت نمی کنم ابدا، من دارم راجع به کبالا با شما صحبت میکنم، راجع به عرفان یهودیت دارم با شما صحبت میکنم. عرفان یهودیت توش فقط و فقط سیمخا و هپینسه، هیچ چیز دیگه اینه، چون که سیمخا و هپینس یه حقیقته. حالا اگر ما میخوایم این هپینس رو طبق اون حساب دیشب گذاشتم براتون، ساینی که گذاشتم 24 hours 7 day a week ما توی این شادی باشیم، باید تمام اون اخلاق و خصوصیات و اون بیلیوایی رو که قبلا داشتی رو بذاری کنار و باور بکنی این چیزایی که الان هست و الان داری یاد میگیری و الان داری واردش میشی و الان داری لذتش رو میبری. خب هفته پیش صحبت این بود، صحبت برده بودن بود، گذاشتم صحبت های قیام هم براتون گذاشتم، راجع به اصل بودن، برده بودن صحبت شد. ما اگر میخواییم وارد سیمخا بشیم، باید بردگی رو نداشته باشیم، برده عادتامون نباشیم، برده باورامون نباشیم، برده خواستنای زیادی و اینا نباید باشیم، باید همه رو بذاریم کنار، اگر نه اینقدر سنگین میشیم که نمیتونیم شادی رو بفهمیم. هرچی که هست رو باید پاک کنیم، باید بشوریم، باید به قول معروف چی میگن، خودمونو باید پیدا بکنیم، باید خودمونو مثل یک هنرمند مجسمه ساز باید بتراشیم خودمونو و از اون نگاهی که گذشته داشتیم بیایم بیرون. نباید اضافه بکنیم روی اون، سنگین میشیم و متوجه نمیشیم. در هر حال حالا میخوام بهتون بگم که اصلا خود خداوند گفته شما، ما باید تو این 24 hours 7 days a week و هر لحظه و ماه و ساعت باید توی سیمکا هپینس باشیم. چرا؟ به خاطر اینکه من میخوام همه حرفامو بزنم امشب بهتون، نمیخوام چیز باشه بگذرم، خیلی خیلی هیجان دارم امشب روی این کلاس. ما وقتی که یا میدونی که خیلی صحبتش کردیم،
استحدت داشتیم، استخیم داشتیم. زمانی که ما با استخیم زندگی کردیم، اون درخت زندگی تو که تو باغ عدن یا تو بهشت بود، فقط شادی بود و هپینس بود و خوشحالی. ولی به محض اینکه اون میوه و درخت استحدت یا دانش خوب و بد رو خوردیم، میدونیش اتفاقی افتاد، مردیم. چرا؟ چون که درخت استحدت به ما امورتالیتی میداد، یعنی مرگی توش وجود نداشت، همیشگی بودیم، همیشگی بودیم. چرا؟ چون که تو هپینس و شادی بودیم. ولی به محض اینکه میوه درخت خوب و بد بودن، بد یعنی یه چی میگن دوالیتی پیش اومد، میگه ما مردیم. و وقتی هم که خوردیم، اتفاقی که افتاد، ترسیدیم چون که برهنه شده بودیم، خجالت کشیدیم چون برهنه بودیم. خب تا وقتی که از درخت استخیم خوردیم، ترس توی با ما نبود، خجالتی نبود، شکی نبود، شاد بودیم و هپی. خب و پس ما قراره یادمون باشه، حالا اینا رو من مثال براتون میزنم که بدون از اون جایی که شروع شده ماجرا چیه. پس ما قرار خودمون رو به یه شکلی، به صورتی، به این حقیقت، به این امت شادی برسونیم. و ربای برگ یک تو صحبتهای قدیمش 1982 تو نیویورک وقتی بودن، میگه که فقط، خدا بیامرزتشون، میگه فقط یک حقیقت وجود داره و اون حقیقت ذهن و کانشسنس من و شماست و هیچ چیزی به غیر از این مایند من، به غیر از این فکر من، به غیر از این وجود کانشسنس من نیست که باعث خوشحالی من هست یا باعث ناراحتی من هست. انتخاب منه، هیچ کاری به خدا نداری اینجا، اختیار منه. من اختیار دارم که در روز، فرض میگیریم مثال، با $10 میتونم هپی باشم یا میتونم با $100,000 توی گرفتاری و ناراحتی زندگی بکنم. این چیه؟ این مربوط به فقط و فقط به خود منه. خب یعنی این منم که این تصمیم رو میگیرم که چجوری توی این دنیایی که هستم بتونم اون شادیه و اون هپینس رو از دست ندم. فجاستین. حالا ربا اشلاک میگه که اینا رو میخوام سریع بهتون بگم که برم سر اصل موضوع. میگه توی این دنیا ما همه چیز دارای دو تا مورده، یکی مورد اینترنال ماست، مورد درونی ماست، مورد منتال اینترنال وجودی ماست که کانشسنس ما درش هست، و دومی اکسترنال، چیزهای خارج از ما. چیزهای خارج از ما چیه؟ پول، ماشین، زندگی. البته ما لازم داریم همه اینا، نه که من بخوام منکرش بشم. خب کار، گرفتاری، رفتن اومدن، خوب، بد، زشت، زیباست، این اکسترنال، این خارج از من. ولی درون من اصلا این چیزا رو نمیشناسه. روح حق من، نشامه من اصلا پول نمیدونه یعنی چی، اصلا نمیدونه چه میدونم ماشین فلان یعنی چی. خب پس من تا زمانی که اینقدر رند باشم، حالا بعدا میگم رند، معنای رند حافظ میگه یعنی چی، اینقدر آگاه باشم که بتونم با درونم زندگی بکنم، بتونم با وجود عشقی که تو درون من، توی نشامای من هست، با نشاما، با روحم کانکت بکنم، باور بکنین همیشه در حالت هپی و هپینس و خوشحالی و زندگی هستم. خب چرا؟ به دلیل اینکه چیزایی که من اهمیت بدم به این اکسترناله، به چی اهمیت دادم؟ به خودپسندی، به فیزیکال خودم، به غرورم، به ایگوم، به خواسته های زیاد و کمی که میخوام و سلفیش بودن، همه اینا ختم میشه به ناراحتی من. یادتون باشه
خودخواهی من، ایگو من آخرش سر من میزنه به گرفتاری و به سدنس بودن و به ناراحتی. خب ولی ربا اشراق میگه وقتی به درون و نشامای خودم وصل هستم، اصلا برای نشامه مهم نیست که من چقدر پول دارم، چقدر ندارم، چه خونه ای دارم، چه ماشینی دارم. و به همین خاطر تا زمانی که من به این درون، به این روح زیبا و به این زندگی زیبایی که میتونم با خودم بسازم وصل هستم، من تو هپینسم. خب حالا میریم تازه الان میخوایم بریم سر اصل قضیه کلاسمون. میگه که میخوام، دلم میخواد که امشب یه خورده باسر با هم باشیم، دلم میخواد یه شعر، احتمالا یه شعری هم میخونم الان براتون همین الان. میگه چون که میرسیم به اونجایی که باید راجع به این صحبت بکنیم. میگه مرا عهدیست با شادی، مرا عهدیست با شادی که شادی از آن من باشد. مرا قولیست با جانان که جانان جان من باشد. به خط خیشتن فرمان به دستم داد آن سلطان، که تا تخت است و تا بخت است او سلطان من باشد. چی شد؟ داره بهت میگه ببین، تو شادی تو و هپینس تو از جنس خداست سلطان. یعنی تا زمانی که من و شما توی سرتنتی و امونای کامل با خداوند باشیم، اصلا معنی سدنس و گرفتاری نمیدونیم یعنی چی. سرتنتی نهایت ورز شدن و من به اون به قول این شعر که گفت سلطان، به اون خداوند. حالا میخوام شروع بکنیم. میگه چطور میتونیم که شاد باشیم، جوی داشته باشیم، سیمخا داشته باشیم برای همیشه. یاد اون باشه تمام شادی و جوی سیمخای تمام سال آینده تو همین یک ماه و دو ماه ماه آداره. یعنی چی؟ یعنی این ماه آدار اینه یه ویرهاسی میمونه که توش پر شادیه، پر هپینسه، پر سیمخای. و ما میتونیم توی این یکی دو ماهه که این انرژی داره منیفست میشه تو این دنیا، بتونیم برای تمام سالمون اینو داشته باشیم. خب اول میخوام بهتون میگم که جوی از کجا میاد. خب میگه قرار در عرض این ما عرض کردم که شاد باشیم. زهر میگه شادی یه گیفته، یه هدیه است، و این ما هستیم که باید این هدیه رو به ما میده، چه بخوای چه نخوای این انرژی منیفست میشه. گفتم مثلا دوباره اینو مثال دادم، اصلا ما بهار رو میبینیم، حس میکنیم، بوی گلا رو میفهمیم، ولی انرژی رو باید درکش بکنیم، باید با کانشسنستون، با یه مدیتیشن، با یه حال خوب میفهمینش. خب و میدونم که متوجه میشی اینو. پس این هدیه که به ما داده یادتون باشه حتما بازش بکنیم، حتما بیدارش بکنیم. خب و بتونیم تو تمام سالی که به امید خدا در آینده میاد ازش استفاده بکنیم. که گفتم ببینیم آیا چجوری میشه. حالا پیش خودو فکر میکنه ای بابا تو این زندگی ما همش چلنجه، همین گرفتاری ها، همین اشتباهاتی که میکنیم، همین گرفتاری های که خودمون برای خودمون میسازیم، پس اینا کجاست؟ یا اینکه پس این ابراهام آوین تو این سفر یسرا چی میگه که میگه ماه آدار ماه شادیه؟ خیلی خوب هست اینو بتونم بگم، تو سفر یسرا داریم برای ماه آدار که میگه ماه شادیه. من کسایی رو واقعا میگم، خودم کسایی رو میشناسم که تمام قوانین تورا رو رعایت میکنن، تفیلاشون رو میخونن، صدقاشون رو میدن، همه کاری که میکنن، تفیلینشون هر صبح میبندن فلان، ولی بازم چی؟
گرفتارن. بازم توی حالت سدنس و عرضم به حضورتون میبینین که غمگینن، میبینین که ناراحتن. خب اما آری حکادوش چی میگه؟ میگه تمام براخهای زندگی تو، تمام آرامشی که تو دنبالشی، تمام براخهایی که تو دنبالشی، تمام زندگی که خوبی که تو دنبالشی، تمام مجموعه اینا بستگی به این داره که چقدر تو توی زندگی جوی داشته باشی، هپینس داشته باشی، چقدر خوشحال باشی. همه اینا بستگی به این داره. ببینید خانم آقایون، تمام دویدنهای برای بیزنسمون، تمام پولی که در میاریم، حالا چه میدونم میخواد $1,000 باشه، میخواد 1,000,000، میخواد 100,000,000، تمام زحمت هایی که ما میکشیم، تمام کلاس هایی که ما میاییم، تمام چجوری بهتون بگم رابطه‌ای که با خداوند داریم، همه اینا فقط مال برای نتیجه آخرش یه چیزه و اونه که من خوشحال باشم، من هپی باشم. اون وقت زندگی عالیه. توی این هپینس هست که اصلا خیلی زندگی اهمیتی برای من نخواهد داشت. همه تلاش ما نهایت اون نتیجه آخرش، اون سورسی که بهش میرسیم هپینسه. گفتم اولی کلاس هپینس از جنس خداست، مثل عشق. خب خیلی دو جور ما میتونیم باز اینجا شادی داشته باشیم، هپینس داشته باشیم. یکی تمپرریه، مثل یه عروسی میگیریم، یه ماشین میخریم، خونه میخریم، عرضم به حضورتون یه سفری میریم، اینا شادمون میکنه، ولی تمپرریه. بعد یه مدت عادی میشه، هممون میدونیم این موضوع رو. ولی یه جوی و یه شادی و یه هپینسی هستش که تموم نمیشه، هیچ وقت تموم نمیشه، همیشگیه. میدونین چیه اون؟ اون هپینس بودن روی اینکه رو خودم کار بکنم. چطور؟ من اگر یه مورد فرض، اینو فرض میالا عصبانیت رو مثال میزنم، میخوام چیز دیگه رو مثال بزنم. مثلا من اگر یه آدمی هستم که همون عصبانیم، هر کاری هم میکنم خودم نمیتونم درست بکنم. خب ولی زمانی که رو خودم کار کنم، بتونم اون عصبانیت رو از بین که نمیتونم ولی بخوابونم، رو خودم کار کردم، به هپینس رسیدم. مثال باز براتون میزنم. مثلا من خودم شخصا خودم میگم، من آدم صبوری نبودم یا شاید هم نباشم، ولی میدونم که نیستم. من وقتی که جایی برسه که اون صبر رو انجام بدم، یعنی دارم یه دیلی میکنم، دارم با کسی حرف میزنم و صبر میکنم تا اون به من جواب بده، من دقیقاً آگاه هم از این صبرم. خب ولی یه آدم صبور، یه آدمی که اصولاً صبوره، ببخشید مثلا مثال بزنم، مثلا کاشی ها خیلی آدم صبوری هستن، این نیچرش صبر، متوجه نیست که داره چی کار میکنه. ولی منی که عجولم و صبر رو نمیشناسم، وقتی این صبر رو میکنم چه اتفاق میفته؟ لذت میبرم، شاد میشم که تونستم این کارو بکنم. این همون حالتی که خودمو دارم میتراشم. فرض میگیم مثلا من سیگار میکشم سالهاست، البته بارو خشم من نمیکشم، من 20 خورده سال سیگار نمیکشم، یکی از سیگار میکشم، این مثاله. وقتی که بتونه نکشه، بگه نمیخوام، نه، اون یه خوشحالی و یه هپینس عجیبی تو وجودش قرار میگیره. خب این یه نوع خوشحالیه، این یک نوع از این
حال خوبیه که همیشگی برای آدم میمونه. خب و وقتی که بتونم عوض بکنم خودمو، چنج بکنم خودمو، نه اینکه بخوام دیگری رو چنج بکنم، نه خودمو، من باید بدونم خانم آقایون، من اینو بتون بگم که ما هر صبح که از خواب بیدار میشیم یه آدم دیگه هست، نمیدونیم این موضوع چنج شدیم. پس بدونیم که خودمون رو بر خودمون کار کنیم و بهتر بشیم، آدم بهتری بشیم. خب چنج شدن من فقط و فقط و فقط با معنویت من میتونه اتفاق بیفته. من ممکنه برم جیم بادیمو چنج بکنم، ولی اون باز بادیه بعد یه مدتی نرم، جالبه برمیگرده سر جاش. ولی اگر من بتونم با معنویت، با حکما، با حکما، با تورا، با کبالا جوری خودمو چنج بکنم، از خصوصیات بدی که دارم، از whatever، هر چی، و بتونم چنج بکنم، این همیشگیه با میمونه. خب به همین خاطری که در هر 19 سال 7 بار ما 2 ماه آدار داریم، یعنی خداوند به ما 2 ماه در سال، هیچ ماهی رو به ما اینو نمیده، 2 ماه رو نمیده، فقط ماه آداره که به ما 2 ماه در سال میده که ما وقت داشته باشیم که بتونیم از این برده بودن خودمون روی باورهای قبلیمون، روی اون حالتهای قبلیمون بتونیم، از اون مخصوصا این بردگی رو میگم چون که تو پاراشه میشباتیم هفته پیش خیلی راجعش صحبت شد. این از این استپ دومی که ما داریم. خیلی خوب، میخوام بله بکنم بتونم برسونم همه چی رو امشب بهتون. در هر حال استپ دومی هم که ما داریم اینه که میگه ما به هر چی که فکر میکنیم همونیم. خب این خیلی 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 سابجکت خیلی دیپ و عمیقیه. میخوام یه چیزی که شاید من باور بکنی، وقتی اینو استادی میکردم برای خودم باور نکردنی بود، ولی امشب از اون شبایی که دلم میخواد که اینو خیلی زیباست. برو خطر میکنم شهر کنی و بید بارو. میگه ما به هر چیزی که فکر میکنیم همون هست. مثلا کسی به من خیانت میکنه، یه نفر به من چی؟ خیانت میکنه، واقعا خیانت میکنه ها. خب میتونه شریک من باشه، اصلا من میبینم که شریکه داره به من خیانت میکنه، میبینم که داره از من میدوزده. خب یا خدای نکرده یار من، یا برادر من، خواهر من، چیزای نزدیک من، حتی بچه من، میتونه این اتفاق بیفته برای همه ما. خب من دو تا راه دارم. یک، این اولی چیه؟ به من خیانت کرده، من ناراحت میشم، من شب تا صبح خوابم نمیبره، آلوده قضاوت خودم شدم، اصلا اون کارو واقعا کرده، اصلا کرده اون کارو، من دیگه خودم نیستم، من فکر و ذکر من رو اینه که من چیکار باید بکنم، واو به من خیانت کرد، من مگه من چه گناهی کرده بودم، مگه من چیکار کرده بودم با این چرا به من خیانت کرد، این چرا به من این بلا رو سر من آورد. خب و حالم خیلی بد میشه، گفتم ممکنه شب تا صبح خوابم نبره، خیلی مهمه، خیلی بزرگه، دور از جون یه زنی شوهری کسی با آدم خیانت بکنه، خیلی مهمه، اینو به تو میگم. آری اگادو چی میگه؟ میگه این حال من، میگه که این میونه یه تاریکی رو دور سول و نشامای من میاره و منو میبره تو دنیای تاریکی و هرچی تموم هپینس و جوی زندگی من هم میگه، وجود من پر از تاریکی میشه و
جالب میدین چیه؟ و این حال بد و این دارکنسه و این ناراحتیه رو میدین چطور؟ من دوباره ترانسفر میکنم به اون طرفم. متوجه شدین چی شد؟ اتفاق افتاده، خیانت شده، دزدی شده، حالا من نا. حالا من میام دقیقا اون حال بد، اون حال نگاتیو، اون تاریکیه رو دوباره بر میگردونم به اون طرف و اتفاق بدتری که میفته خب این خیانته، این دزدیه بیشتر میشه. واو، آری میگه اینو، آری حکاتوش میگه ببین این اتفاق میفته و تو این بر میگردونی اینو به این طرف و این بابا بدتر میکنی. خب و حتما متوجه شدین که توی این اتفاقات حتی یه وقت دور از جون قتل پیش میاد، طرف میزنه میکشه یارو، مخصوصا تو کشور ما این چیزا خیلی زیاده، کشور قبلیمون، تو اون فرهنگ، تو اون کالچر خیلی زیاده. و این عمل و این کار یه کار کاملا 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 معمولیه، یه چیزی که کاملا هست و اگه دقت کرده باشی خیلی ها خانواده ها از هم می پاشن، دیورس و طلاق و یا شریک می افتن جون هم دیگه بد جوری. right. حالا منی که توی این حال دارم زندگی می کنم، منی که دارم دنبال خودم دارم می دوهم، منی که دارم خودم رو میتراشم، منی که دارم تورا رو دارم استادی میکنم، منی که این کلاس رو میام، منی که دارم کتاب ها رو میکنم، زهر دارم، واو واو، من باید چی کار کنم؟ بگذرم؟ نه، بشم مثل اولیه واویلا. راه داره. اگر من بفهمم، بدونم که اون طرف منم نور خدا تو وجودش از تو نشاماش هست، اون نوره رو داره، من باید خودم به اون نوره وصل کنم. بهترین کاری که میتونم برای خودم و اون بکنم، پیش خودم بگم ای بابا اشتباه کردی، اگه شریک دوز شاید احتیاج داشته، چرا من بهش نگفتم بابا اگه یه وقت پولی چیزی لازم داری بیشتر بردار، تقصیر من بوده. ببینین این که دارم بهتون میگم خیلی قدرت میخواد، ولی میچ میشه، من بهتون قول میدم که میشه. خب شاید این اتفاقی که افتاده، شاید این طفلک، این بیچاره، این یه چیزی کمبودی داشته، شاید یه چیزی میخواسته که من نداشتم. خب پس وقت میذارم، ریاکشنی نمی کنم، ریاکشنی ندارم، با راز و نیاز با خدا، خدا رو حضور پیدا میکنم، بیشتر توی زندگی میارم، آروم میشم، صبر میکنم، میبخشم. چرا؟ چون که باید صحبت بکنم حالا بعدش. من یعنی بخشی کلمه رو من معمولا میگم، بابایی که نیستم که بیام به هر کی هر کاری خواست بکنم من میگم باشه، نه. اول از همه میخوام تو پرانتز یه چیزی رو میخوام بهتون بگم. ببینید خانم آقایون، هیچ کسی توی این دنیا، هیچ کسی نمیتونه براخای زندگی که براخایی که مال توه از تو بگیره، شریکت، چه میدونم دوزی که میاد تو خونت، هر کسی، ببخش من میگم شریک دوز، نه خیلی شریک ها اصلا خیلی خوبم، خب هیچ کسی براخایی که مال تو رو نمیتونه ازت بگیره، این همیشه یادتون باشه. اگر یه وقتی یه چیزی رو از دست دادین، بدونین مال شما نبود، ممکن بوده خدا به داده یه مدت تو ازش استفاده بکنی بعدش هم بدی بره. This is it. به همین سادگی.
و اون براخهای اصلی که به تو میده مال تو، اون هدیه، اون گیفته، حالا میرسیم به ترومای این هفته، پاراشای تروما، این مال توه و مال هیچ کسی دیگه نیست. پس اینو تو این پرانتز داشته باش. خب پس من باید توی اتفاق بدونم این شریک واو چقدر به من استفاده رسونده توی این مدتی که با من بوده، حالا شاید احتیاج داشته، باید با صحبت کنم. یا این مرده خدای نکرده رفته خیانتی کرده، این دلیل بر این نمیشه که من زندگیمو نابود بکنم. خب شاید موضوعی بوده، شاید اتفاقی افتاده، شاید چیز رو از من خواستی که من نداشتم. فرض رو بر این میگیری، اینا همه فرضیاته. اصل مهم چیه؟ مهم اینه که من توی اورنس، توی آگاهی باشم. باز میگم حافظ اسمشو میذاره رندی، اون رندی رو داشته باشم که زندگی خودم رو نپاشونم ازم، از بین نبرم. ببینین، باور بکنین، من کسایی رو میشناسم که مرد رفته خیانت کرد، خب ولی به هر دلیلی که بوده برگشته و زنه بخشیدتش، زنه بخشید. و اگر تو بدونی که اینا الان چقدر عاشق همدیگه هستن که خدا میبینه، چقدر همو دوست دارن خدا میبینه، خب ما اینجوری نیستیم که مثل این سایکولوژیست هایی که میان تو این مدیاها، آقا اگر این فلان کرد تو بندازش دور، نمیدونم ساکشو بذار دمه در، بگو برو بیرون. نه، ما پی وصل کردن آمدیم، نه برای وصل کردن. ما اومدیم وصل بشیم، ما اومدیم کبال باشیم، ما باید قبول بکنیم خیلی چیزا. اون وقت تو بزرگ شدی، اون وقت تو به اون هپینسی که من صحبتشو دارم براتون میکنم، به اون اوج اون هپینس رسیدی. چرا؟ چون که درک کردی، چون که آلوده نکردی خودتو و اجازه ندادی اون تاریکی وجودتو بگیر، چه وجودتو تو چه وجود طرفتو. وقت دادی، صبر کردی، خدا رو آوردی توی زندگی. قشنگه نه؟ ولی بهتون میگم خیلی خیلی قدرت میخواد، خیلی بزرگی میخواد، خیلی بزرگی میخواد. اوکی؟ حالا اینا به شکل دیگه میخوام براتون بگم که ببینین که چقدر این میتونه توی حروف آلفبت ایبرو، آلفبت بهتون نشون میده اینا. خب و میرسی اون موقع به اون هپینس، به اون هپینسی که همیشگیه. شاید این جویه، این اتفاقی که تو زندگی اومده، باور بکن شاید برای اون دنیا هم، چه میدونم، حالا نمیخوام وارد اون بحث بشم، کار بکنه. یادتون هست هفته پیش گفتم نقطه پرگار توی این، تویی که باید بدونی با چگونه با این دنیا برخورد بکنی. خب و این چلنجه باعث شده که براخهای خیلی بیشتری بیاد توی زندگی. خب این چلنجه باعث شده به حرف ساتان درونت گوش ندی. من این ساتان، کلمه ساتان رو میارم این وسط، چون که ساتان باعث شده اون اتفاقی بیفته و تو اجازه ندادی که اون ساتان گرو کنه. تویی که به فکر خودت قربانی، بعد من قربانی شدم رفته خیانت کرده، نه، به ساتانه اجازه روش ندادی، اجازه ندادی که سدنس و غمگینی بیاد توی وجودت، چه تو چه اون. این عذاب وجدان تو رو فلان نکنه. این کلمه عذاب وجدان تو این کالچر فارسی یه کلمه عجیب غریبه، زشتیه به نظر من. عذاب وجدان کنیم بگذر و رد شد، چه عذاب وجدانی؟ عذاب وجدان جایی که تو
درگیر شدی با ساتان وجودت. خب و باز آره میگه، آره میگه نور خدا جای میاد که هپی پرفکت باشه، توش هپینس باشه. نور خدا جای میاد که توش شادی باشه. خب چون که سول ما، نشامای ما از جنس شادیه. شادی و هپینس گفتم از جنس خداست. همه تفیلا، همه آرامش، عرض کردم همه زندگی، همه این زندگی ما سیمخواه و شادیه. میدونین چرا کلمه سیمخواه رو میگم؟ حروف سیمخواه همون حروف ماشیخه. بله. و ما میتونیم این موضوع رو، این حال رو و این شادی رو به غیر از خودمون، خانوادهمون، همه هر جا که میره پخشش بکنیم، بدون این که اصلا حرف بزنی میبینی پخش میشه. ببینین وقتی این نوع تفکر و این نوع زندگی و این جور زندگی ما داشته باشیم و اونجا برسیم، بتونم این رو عرض کردم مدت ها قبلا چندین بار بهتون گفتم. ببینید خداوند اگر نمیگم پرابلم، ما اصلا تو زندگی پرابلم نداریم، هر چی که داریم چلنجه، یادتون نره این چلنجه، باید رفت سراغش. خداوند به اندازه قدرت تو به تو چلنج میده، مطمئن باش، بالاتر نمیده، میتونی حلش بکنی، میتونی چلنج تو ببری به قول معروف. خب بدونین توی زندگی، اکثر ما، نه خدا نکنه، خیلی ها به وجود میاد این اتفاقات، این ما این که باید بدیم چی کار بکنیم. خب مثال آخری که میخوام براتون بگم، مثلا باز هپینس، باز اون موقعی که برادران یوسف رفتن پیرن، اون پیرن خونالودی که فلان بود که گفتن گرگه اومده و خورده و یوسف رو کشته، وقتی بردن به یعقوب نشون دادن، یعقوب آوینو که اسمش اسرائیل شده بود، اون قدرت پروفسی و روح حقودش رو تو وجودش بود، غمگین شد، گریه کرد، 17 سال روح حقودش ازش رفت کنار، به خاطر اینکه غمگین، به خاطر اینکه غم وجودش رو گرفته بود، 17 سال روح حقودش رو نداشت. در هر حال میگم من خیلی نوت دارم، ولی میخوام اینو براتون بگم که چقدر جالبه. و خیلی خیلی امروز صحبت کردم با دوست عزیزم، اینو به من گفت. حالا ببینید ما یک، اگه یادتون باشه توی واسه من اینو توی الف بیت، اگه خاطرتون باشه، یادتون هست حروف الف بیتی که اول شروع کردیم، گفتیم که از الف وقتی شروع میشه، میشه الف بیت گیمل، حروف ها تبدیل میشن به شکر، و اگه از بیت بیاد که برشی تو با بیت شروع کردین، میشه امت، شکر و امت. حالا اونا رو حتما میدونین، نمیخوام وقت ندارم براتون توضیح بدم. حالا وقتی از بیت شروع میشه، میشه الف، میشه کته، الف میره کنار، میشه بت گیمر دالت. خب بت گیمر دالت اینه، بت گیمر دالت. خب اینو بهتون نشون بدم اینجا، بت گیمر دالت. خب بت و گیمر دالت به معنای لباس و پوششه. بگد، بگد لباس و پوشش. خب که در ملحوت ظاهر میشه لباس و پوشش. یعنی چی؟ یعنی این که اگر من با یک جریانی که فرم نداره، مثل نشاما، مثل هر چیزی که فرم نداره، خب زمانی که من بگید این پوششو، این لباس رو تنش کردم، خودشو نشون میده. بلا روح که فرم نداره که،
این منم که چه لباسی تن این نشامه این به این ظاهر رو نشون بده. این منم که تصمیم میگیرم چه جوری ظهور پیدا، چه جوری ظاهر بشه تو این دنیای ملکوت من، که چیزی که معلوم است معلوم بکنم. من با این بگید، با این لباسه میتونم. خیلی جالبه، الان بهتون میگم چرا. خب حالا، و جالب اینه که یک کلمه دیگه هم داریم میشه بگید، همین کلماته بد گیمه داله. بگید یعنی چی؟ یعنی خیانت. واو. خب یعنی چی؟ یعنی من میتونم این لباسی یه دروغی رو بندازم روی امت، روی حقیقت، روی امت، و این بگده اینو بپوشونه، اسم خیانت روش بذاره و من نفهمم حقیقت چی بوده اون پشت، و خیال کنم که خیانت امته، فکر کنم این بگده امته. نه شکره، دروغه. حالا بیشتر از این چیزی ندارم براتون بگم، و ایشالله که تمام روزاتون، تمام ساعتتون، تمام لحظه هاتون پر از شادی باشه، پر از هپینس باشه، پر از سیمخا باشه. دست خودته، دست خودمونه. خیلی باید رند باشین، خیلی باید اورن، خیلی باید آگاه باشین که بتونین تو اون لحظه هایی که خیال میکنیم برداشتیم این وگد و تنش کردیم، خیال میکنیم تو اون زرن کسی که بتونه تو اون لحظه های که گرفتاره بتونه شادی رو بسازه، بتونه هپینس رو بیاره، بتونه بخنده، بتونه لبخند بزنه. تمام زندگی من و شما با این پنج حرف لبخند، خندیدن، دوست داشتن، عاشق بودن، نترسیدن از این که اگر این اتفاق افتاد آوت من باید، نه خیلی چیزا هستش که اینقدر دراخوا هست خانم آقایون که از که ما نمیبینیم. بینید از کجا میاد؟ از جاهایی که ما باور نمیکنیم، از جاهایی که ما خیال میکنیم نگاتیوه. گفتم بهتون قشنگترین، زیباترین، گرونترین گل دنیا گل لوتوسه، گل نیلوفر آبیه. گل نیلوفر، گل لوتوس کجا به عمل میاد؟ تو مرداب، تو جای تو لجن. ولی زیباترین گل دنیا میشه. خب و بدونین که اگر یه وقتیه هر این اتفاقات افتاد، بدونین که توش درون اون بالاترین و زیباترین نور خداست. ممنونم ازتون و روش خودش تو روش خودش خوبی داشته، هم امشب روش خودشه، هم فردا شب. و بدونین که توی شادی باشین، غرق شادی بشین، غرق زیبایی بشین و زندگی بکنین. در خدمتتون هستم، اگه سوالی هست